از امام باقر علیه السلام: من زار الحسین یوم العاشورا من المحرم. ثواب این حج و عمره و غزوه ثواب کسی است که با رسول خدا این عبادات رو انجام داده، فردی که مخاطب امام باقر علیه السلام بوده. وقتی ثواب با عظمت زیارت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا میشنوه، میگه خب اگر کسی نتونست بره کربلا، او باید چیکار کنه؟ میفرماد وقتی که عاشورا رسید، برز الى صحرا، کسی نتونست بره کربلا، بره صحرا. کسی نتونست بره کربلا، بره صحرا. او سعد سطحا مرتفعا فی داره، یا بره پشت بام خانه خودش. و او مع الیه بالسلام، اشاره کنه به ابا عبدالله الحسین و شروع کنه سلام دادن به حضرت. یا کلمات یه فرد عوام نیست. امسال از الطاف خفیه بوده این وضعیت کرونایی که پیش اومده، خب طبیعتا وضعیت مطلوبی نیست. عزاداری های تو محیط های در بسته رو ممنوع اعلام کردن، اتفاقا خیلی هم خوب شده. بنده در مجالس بسیار بزرگ و با شکوهی هر سال شرکت میکردم تو همین تهران، از خیابونها رد میشدم، هیچ خبری نبود، هم قصهش میشد. آخه عاشورا که این نیست، همه در محیط های در بسته. یکی از اموری که قدیما مرسوم بوده، از قدیمی ها نقل میکنن، مینویسن این حرفا رو، ولی الان متروک شده و باید احیاش بکنیم، عزاداری کردن تو صحراست. بریم تو محیط های باز، توی محیط بازی 1000 نفر یا بیشتر بنشینن، حالا با همین فاصله عزاداری بکنن، آثار روحی عجیبی داره، اثر معنوی و فوق‌العاده خاصی داره. یکی از دلایلی که من اصرار میکنم میگم حال عجیبی داره، به دلیل اینکه تجربیاتی از دوران دفاع مقدس و عزاداری تو بیابونها تو ذهنم هست. میاد حال هوای دیگه ای داره رو خاک عزاداری کرده. امروز در کربلا بچه های ابا عبدالله الحسین رو خاک نشین کردن. برید با زن و بچه هاتون تو صحرا رو خاک بنشینید، شما زیرانداز ببرید برای خودتون. شما در میان دشمن نخواهید بود، بگید یه کسانی بسیجی ها بیان نگهبانی بدن، کسی یه وقت حمله نکنه، شما در کمال امنیت هستید الحمدلله. میرید 2 ساعت عزاداری میکنید، برمیگردید خونه های خودتون. اما بچه های حسین رو مقیم کردن تو بیابون. چقدر این صحنه صحنه ایه که بهتر یادآور کربلاست. کسی نتونست بره کربلا، بره صحرا.